دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند. ز ملک تا ملکوت حجابش بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر، اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا تو سلامی سلام از توست و بازگشت هر سلمی و سلامتی و امنیتی به سوی توست. پس سلام بر ما و سلام بر بندگان صالحت، سلام بر انبیا و اولیا و سفرای درگاهت، سلام بر شما عزیزان و سروران گرامی، سلامی الهی و جاودانه که می‌فرماید و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. هنگامی که بندگان من برای درک آیات الهی حاضر می شوند، بر آنها سلام کن و بگو که خداوند بر نفس خود رحمت را سخت کرده است. خدمت همه شما سروران گرامی تبریک عرض می کنم. فرارسیدن لیالی متبرکه شبهای قدر و همینطور تسلیت عرض می کنم ایام شهادت امیر المؤمنین مولا امام علی علیه السلام را. امیدوارم در این شبها و در این لحظات بتوانیم به قدر قدر و سر قدر اندکی راه پیدا کنیم. سخنرانی من امشب دو قسمت است. قسمت اول اون نگاه عارفانه و نگاه علیوار است به شب قدر، و در قسمت دوم هم فرازی از مناجات علی را خدمتون تقدیم می‌دارم و ادامه بحث خطبه شیخ شقیه در شب‌های بعد دنبال می‌شود. کلام خودم رو با این بحث آغاز می‌کنم که قبلا در شب‌های گذشته ما گفتیم که در ادیان آسمانی و به طور کلی در ادیان شرقی و غربی عبارت است از اسلام و مسیحیت و یهود و ادیان شرقی که ادیان هندو و بودیسم و شینتو می باشد، در تمام این ادیان اعمال عبادی که گفته می شود، این اعمال عبادی سمبولیک هستند، یعنی اینها باطنی دارند و اشاره به یک حقیقت دیگری می کنند و به زبان دیگر این عبادات هرگز هدف نیستند. این عبادات اصالت به ذات ندارند. این عبادات وسیله‌ای هستند برای ارتقاء انسان به حال دیگر، به مرتبه دیگر و به هدف بالاتر. رمضان و روزه‌داری هم یک مکتب تربیتی است که روان انسان را شکل می‌دهد. دانشگاهی است که تعالی روح انسان و تصفیه باطن و قلب انسان محصول این دانشگاه و این دانشکده است. من برای اینکه یک نگاه اجمالی شما بکنید به این سیکل‌هایی که
در ماه رمضان مطرح است، مثل یک سالونی که انسان وارد میشه و این سالون مراتب مختلف دارد، مثل یک دانشگاهی که در اون مراتب و درجات مختلفی مشاهده میکنیم، وقتی که ما یک نگاه ترجمه بار و آیاتی که رمضان را مطرح میکنه نگاه کنیم، میبینیم که خداوند سیکله های مختلفی را یکی پس از دیگری بیان میکند. به این آیات نگاه کنید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ای کسانی که ایمان آورده اید، بر شما ما واجب کردیم و نوشتیم و ثبت کردیم روزداری را همانطوری که بر گذشتگان شما ثبت کردیم. اما سیکل اول، یعنی اون کلاس اولی که انسان باید به او برسد در این رمضان، لعلکم تتقون، مسئله تقواست، این که شما طهارت پیدا بکنید، چشم شما طاهر باشه، زبان شما طاهر باشه، حواس ظاهری طهارت پیدا کنه، حواس باطنی طهارت پیدا کنه و روح و قلب و سر و خفی و اخفا و تمام لایه‌های وجودی انسان بتونه ابتداعاً طهارت رو تحصیل کنه، انسان به اون تقوا برسه. و وقتی که این مسئله و این سیکل مطرح میشه، شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، ارتباط با قرآن، انس با قرآن، نگاه به باطن قرآن، اشاره ها و لطائف و ظرافتی که قرآن دارد، چرا؟ خودن لناس، کلاس سوم بعد از انس با قرآن، هدایت است، راه یافتگی است که این راه خودش رو پیدا می کند و بینات من الهدى، اون هدایتی که با بینه است، بینات بر او آشکار میشه، دلالت ها بر او آشکار میشه و همون نورانیتی که قرآن میگه به تدریج داره سیر میکنه. این کلاس ها یکی پس از دیگری تکرار میشه. بعد میفرماید کلاس چهارم و الفرقان، در این رمضان باید اینها به فرقان برسن، یعنی بتونن تشخیص بدن و تمیز بدن حق را از باطل. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، کسی که این شهر را شهود بکند و حاضر باشد باید روزه بگیرد. من کان مریضاً او علی سفرین فعدت من ایام اخر، اگر مریض بود یا در سفر بود در ایام دیگری روزه بگیرد. اما نکته مهم این است: یرید الله بکم الیسر بلا یرید بکم العسر، خداوند برای شما آسانی رو خواسته، سختی را نخواسته. ولتکملوا العده، این کلاس پنجمه، ولتکملوا العده یعنی تکمیل کردن عده و تعداد. ظاهر این آیه یعنی این که اینها اگر روزه میگیرن 30 روز روزه بگیرن، این میشه تکمیل عده، 22 روز روزه نگیرن، 30 روز که عده تکمیل شود. حالا من برمیگردم ارتباطش رو میخوام با قدر بیان کنم. و بعد میفرماید که ولتکبر الله، کلاس ششمی که در این رمضان نیل به او پیدا میکند، عبارت از این که خدا در دل او بزرگ می شود. ولی تو کبر الله یعنی از من خالق و فی انفسهم فصبر ما دونه او فی اعینهم، این کلاس هفتم است. ولی تو کبر الله علی ما هداکم، بعد در اینجا شکر مطرح می شود، ولعلکم تشکرون. نمیخوام این آیه رو تفسیر کنم، مقدمه صحبتم که میخوام به قدر برسم. یعنی شما نگاه کنید در اینجا خود رمضان و روزه یک دانشگاه هست، این دانشگاه سیکله هایی رو داره طی میکنه، از تقوا آمد به انس با قرآن، چون هدن للمتقین، اگر کسی بخواد بهره بگیره باید از تقوای ابتدایی برخوردار باشه، هدن للمتقین، انس با قرآن مطرح میشه، هدایت و بینه مطرح میشه. بعد میاد در کلاس چهارم، در اونجایی که عرض میکنم به فرقان میرسد، به هدایت میرسد و همینطور اکمال عده، تکبیر و شکر. همه این کلاس ها رو که طی کرد، اون نهایت و قله رمضان این است که خدا به پیامبر میگه اینها به درجه و مرتبه ای میرسن که از تو سوال میکنن منو میخوان. و اذا سألک عبادی عنی، اینها میگن کو، ما اونو میخواییم.
و اذا سألک، یعنی از تو پرسش میکنن از من، فانی غریب، بگو من به اونها نزدیکم، اجیب و دعوت دا، من جواب میدم و اجابت میکنم دعای دعا کننده را، اذا دعانی، وقتی که من را بخوانم، فلیستجیبو لی، اون باید منو استجابت بکنه، من اونو خواستم، اون باید منو استجابت بکنه، ولیؤمنو بی، او باید به من ایمان بیاره، به من اعتماد بکنه، به من توکل بکنه. یعنی ایمان، توکل، خواستن، طلب، اینها همه اوج این روزداری و رمضان است. بعد در آخر می‌فرماید که فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون، نهایت این سیر منتهی می شود به رشد، یعنی این باید به رشد برسه. تمام این سیکلایی که من درس کردم و چند سال قبل در همین ونکوور اینها رو من دونه دونه توضیح دادم، تمام این سیکلها در سوره بقره آیه 183 یکی پس از دیگری مطرح میشه تا اینکه انسانها آماده میشوند. و نکته ای که اینجا خیلی تاکید میکنم به خانوم ها و آقایون، همین کلمه ولی تکمل العده است، که معنای ولی تکمل العده یعنی تکمیل عده. نگاه ظاهری که به این تکمیل عده میکنیم، همونطور عرض کردم، یعنی 22 روز روزه نگیره، 30 روز روزه بگیره. اما نگاه باطنی و انفسی به اکمال عده و تکمیل عده این است که این رمضان نردبانی است که 30 پله دارد و باید اکمال عده بشود. از این نردبان که شما بالا میرید، هر نرده‌ای رو که میای بالاتر نگاه که میکنید، افق دیدت وسیع‌تر میشه. همینطور هر چه میای، یعنی روزه روز اول شما با روز دوم شما فرق داره. روزه روز سوم یه آدم دیگه ای شد، روزه چهارم بعد یه آدم دیگه ای بشه. و الا این روزت خوبه فقط در عشق، فقط رو پشتمون دور خود چرخیدی، نرفتی از نردبان بری بالا. اینو میخواد بگه قرآن به قول نردبان آسمان، به قول مولانا، از تبتل تا مقامات فنا و تبتل الیه کی تقتیلا، از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا. اگه الان که شما اومدید رسیدید به پله بیستم، یعنی تمام اون تقوا و انس با قرآن و هدایت و فرقان و همه اینها رو انسان تجربه کرده، آمده رسیده به پله بیستم، از این پله بیستم ماجرا فرق میکنه و انسان با پدیده ای مواجه میشود به نام شب قدر. سخن اول من در این شب نگاه علیوار به شب قدر است، یعنی نگاه عارفانه به شب قدر، نگاه انفسی به شب قدر، نه نگاهی که بنده به شب قدر دارم، نگاهی که من به شب قدر دارم نگاه عوام است، نگاهی که از بچگی تو خونمون به من آموزش دادن. ماه رمضانی است، 30 روز بعد روزه بگیریم و در این ماه رمضان هم 3 شب وجود داره، یکی شب 19ومه، یکی شب 21ومه، یکی هم شب 23ومه. باید بری در مسجد یا در حسینیه و در اجتماعات مردم در دعاها و مناسک اونها شرکت کنی و این به معنای این است که شب قدر را درک کردی. این نگاه عوامان است، شب قدر را درک کردی. اما اون نگاهی که عارف به شب قدر می کند یک نگاه انفسیه. انفسی رو گفتم، ما یک نگاه آفاقی داریم، یعنی فقط بیرون رو می بینیم، به خودمون کار نداریم، ما فقط میاییم اینجا. یعنی شرکت شما در این مجلس امشب حالی و ثمره‌ای که برای شما داره، این حال تا در خونتون تموم میشه. یعنی باز با دو مرتبه 20 ساله، یا بنده که الان 57 سال از عمرم میگذره، بنده حداقل 33 سال است که شب قدر رو یه خورده ای مثلا رفتم و اتصال برم، یعنی چه اتفاقی برای من افتاده، یعنی شرکت در این مراسم چه تأثیری در من داره، در زندگی من داره. من شرکت کردم دقیقاً بلا تشبیه، العیاذ بالله، استغفرالله، شما رو عرض نمی کنم، مثل که شما در یه مراسم مثلا سیزه بدر آدم شرکت میکنه، یعنی همطوری که یه رسمیه، الان هم یه رسمیه، وقتی زنگ میزنه به من آقا کی تموم میشه، کی تموم میشه، کی شروع میشه، کی تموم میشه،
دنبال این که بدونه که این کی تموم میشه، کی شروع میشه، وقتش هم تنظیم میکنه، فقط بیاد بشینه. جای جوشن کبیرم که میخونن این شروع میکنه خوندن، به 20م که میرسه هی ورق میزنه، خب کی تموم میشه؟ اوه 80 تا دیگه مونده، حالا بخون رفت 30 تا، حالا بخون 50 تا، 55، 65، خب الحمدلله داره تموم میشه، 70 تموم میشه، 80 دیگه بقیه دیگه از 60 تا دیگه گوش نمیکنه، اون خلدسنا خلدسنا که میگه فقط همینطور حالا یه آوازی به جای اون بخونه. بعد از اون از اینجا رفته بیرون، این مفاتیح هم بسته شده و بعدش فکر میکنه احیا کرده و فکر میکنه شب قدر را درک کرده. ما میخواییم بگیم این نگاه، نگاه عوامان است، این نگاه مقلدان است، این نگاه تلقینیه، القاییه که روی منبرها، توی مساجد به ما آموزش دادن و ما اینطوری بار اومدیم. یعنی باید قرآن سر بگیریم، اون نیم ساعت قرآن سر گرفتن باید باشه. ولی حالا چرا قرآن سر میگیرم؟ چه نقشی داره؟ چرا میگم بگم یا الله؟ چرا میگم به فاطمه؟ چرا میگم به حسن؟ هیچ کدوم از اینها مطرحن. یعنی اگر به جای اینا چیز دیگه‌ای به ما میگفتن باز ما گوش میکردیم. با همون ما میگیم. من میخوام اینو عرض بکنم، همه حرفا به خودم برمیگرده، جسارت به جایی نمیکنه. اون نگاهی که عارف به لیلت القدر داره، من فقط یک خطش رو میخوام امشب اینجا برای شما بگم، اگر اجازه بده زمان به من که همین یک خط رو من توضیح بدم. و اون این هستش، عارف نگاهی که به لیلت القدر داره نگاه آفاقی نیست، نگاه انفسیه. یعنی چی؟ یعنی عارف میگوید شب قدر واقعی در خارج نیست. اگر گفته میشود شب قدری هست، یک سایه ای از یک حقیقت دیگر است که اون حقیقت در درون من باید اتفاق بیفته. یعنی شب قدر یک امر باطنی است، قدر من در درون من، در قلب من، در سر من، در باطن من تحقق پیدا میکنه. شب قدر اتفاقی نیست که در خارج از وجود ما تحقق پیدا بکنه. شب قدر اتفاقی است که باید در وجود من و در باطن من تحقق پیدا بکنه. بنابراین شما ممکن است که امشب به قدرتون برسید، ممکن است به قدرتون نرسید. اگر نرسیدید، شرکت شما در اینجا با شرکت شما در یه مجلس دیگه آنچندان تفاوتی ندارد. انسان این قدر را که ما میگیم باید در درون خودش تجربه کنه. حواستون به من باشه. ببینید این تجربه در درونی که گفته می شود به این معنا که شب قدر یک شب نیست، به این معنا که به تعداد انسان‌ها قدر وجود دارد. یعنی شب قدر من با شب قدر تو و شب قدر اون و شب قدر اون خانوم و شب قدر اون آقا و شب این شب‌های قدر همه با هم دیگه فرق می‌کنه. قدر هر کس به اندازه قدر اوست و تجربه قدر باطنی به اندازه پرواز روحی است که در این 20 روز و در این 20 کلاس انسان اون پرواز را تجربه کرده است، به اندازه همون پرواز. یعنی شما توی این 20 روز یه پا پرواز کردی، قدرت یه پاس. قدر یعنی اندازه دیگه. اگه دو پا پرواز کردی، قدر شما دو پاس. اگه سه پا، اگه 10 پا، اگه 100 پا، یه کسی 500 پا پرواز کرده، یه کسی 1000 پا پرواز کرده، شب قدر اون با شب قدر شما فرق میکنه. ولی من بدبخت اصلا پرواز نکردم، فقط باید شب قدر بشینم بگم الهی و ربی و سیدی و مولایم بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرن نادمن منکسرن مستقیرن مستغفرن منیبن لا اجد لذنوبی غافرا. ذنوب نذاشتن من پرواز بکنم، اون حقده ها و کینه ها نذاشتن من بلندشم از زمین، قدری من ندارم، حداقل من نتونستم به اندازه یک وجب بپرم بالا که همونو نگاهش کنم. امشب من بشینم و اونو نگاهش کنم. به همین دلیل است که وجود مقدس پیامبر اکرم بعد از اون گوشه نشینی ها و عزلت نشینی ها و روزداری ها و عبادت ها و صداقت ها و امانت هایی که از وجود خودش نشان داد و اون چله نشینی ها و عزلت هایی که پیدا کرد، وجود او مستعد شد که پرواز بکند و یک باره در یکی از شبهای این دهه سوم ماه مبارک رمضان پرده ها از جلوی چشم او کنار رفت، حجاب ها دریده شد و او متصل شد به عالم ملکوت و به مقام نبوت رسید. اما آمد گفت
ای عزیزان من، ای فرزندان من، اگر من پدر معنوی شما هستم، شما هم می توانید منتظر باشید تا قدر خودتون رو در خودتون تماشا بکنید. بنابراین من صحبتم رو اینطوری براتون میگم که شب قدر فقط یک پیشبینی است. الان توی ایران که شب قدر نیست، تو ژاپن که شب قدر نیست، تو افغانستان شب قدر نیست. پس شب قدر کیه؟ شب قدر کجاست؟ شب قدر اونجایی است که دل تو رفته بالا، هم اونجا میشه شب قدر. شب قدر یه جایی نیست که ما واردش بشیم و خارجش بشیم. شب قدر در درون من رقم میخورد. بنابراین من به شما با جرأت میگم که نه شب 19 ماه رمضان، نه شب 21 و نه شب 23، تمام 10 شب آخر ماه مبارک رمضان شبهایی است که ممکن است قدر شما رقم بخورد. بنابراین ممکنه امشب قدر شما باشد، ممکن است فردا شب، ممکن است پس فردا شب. تمام این 10 روز لحظاتی است که پیامبر رخت خواب رو جمع می‌کردن، یعنی تمام این 10 روز رو اعتکاف می‌رفتن، چون 20 روز این کلاس رو طی کرده، حالا آمده در معرض مشاهده یا اونچه که آموخته، اونچه که استاد ازل به او داده، می‌خواد اینها را مشاهده بکنه. و من به شما عرض می‌کنم، چند روز پیش به شما گفتم ما نمیتونیم آدم‌ها رو مثل اون قولی که توی لندن تعبیر میکنن بیاین، یه تختی گذاشته بود و آدم ها رو میگرفت روی این تخت میخوابون، بعد باید اندازه این تخت میشد. اگر کسی دست و پاش از این تخت میزد بیرون، دست پاهاش میزد بیرون، پاهاشو قطع میکرد، میگو باید اندازه این تخت بشید. اگر هم کوچیک بود اینقدر میکشید تا اندازه این تخت بشید. ما نمیتونیم بگیم شب قدر همه یک دعا رو بخونن. این اجازه رو نداریم که بگیم همه باید این دعا رو بخونن. همه چرا؟ اینکه قدرشون با هم دیگه فرق میکنه. قدرها با هم متفاوت است. دعاهایی که در شب قدر گفتن بهانه است، دعاهایی که در شب قدر گفتن توصیه است. یعنی اگر شما خواستید دعا کنید و از خدا چیزی بخواستید، این گونه دعا کنید، به این شکل دعا بکنید. اینها بهانه است، یعنی یک سایه است. این دعاهایی که ما میخونیم، این قرآن سرگرفتن ها، اینا ابتداییه، اینا یک سایه است تا ما رو به صاحب سایه برساند. و صاحب سایه اون دعای اصلی است که در دل خود شماست و در بطن خود شماست، اون چیزی که خودت میخوای، نه اون چیزی که دیگران خواستن. شما خواسته دیگران رو تکرار میکنید، خواسته که دیگران دارن شما اونا رو تکرار میکنید. نه، باید اون چرا که من میخوام، نه اون چرا که من میخوام اما پشترش تشنگی، طلب، عشق نیست. شما چیزی رو میگیری که واقعا میخوای، نه چیزی رو که بر زبونت ظاهر بشه، بر قلبت حضور داشته باشه. دعای شما توی اصلا دعا امر قلبیه. یکی از ارکان دعا اینه که اون چیزی که در قلب است بر زبان ظاهر بشه. حالا بر زبان ظاهر نشد، اصلا توی دلت بود، تو دلت هم نجوا نکردی، همونی که تو دلت دغدغه‌شو داری، دنبالشی، تشنشی، اونو باید تعقیب بکنی. بنابراین عارف میگه هر کس یک شب قدر داره و هر کس یک دعای مخصوص داره. اگه بنا باشه همه یک دعا بکنن، میدونید مثل چیه؟ مثل اینکه شما هر کفشی، هر لباسی، هر جورابی ببینی میگی این خوبه، من اینو میخوام، قشنگم هست، میگی من اینو میخوام. در صورتی که باید قدر خودتو بدونی که این لباس به تو میخوره یا این لباس به تو نمیخوره. شما توجه بفرمایید، یه جا دارن غذا میدن، مردمی اومدن صف کشیدن، اینایی که توی صفن قدرشون با هم دیگه فرق میکنه. شما میبینید یک جوان نیرومند 22 ساله‌ای که دائما ورزش میکنه، یه دیس بزرگ دستش گرفته، میگه تمام این دیس رو میخوام پلو خورش بدید. یک آدم میانسالی هم که رژیم غذایی داره اونجا وایساده، میگه آقا من رژیم دارم، یه ظرف کوچکتر دستش گرفته. یه بچه هم آمده، بچه 6 ساله، یه پیاله کوچیک دستش گرفته، بعد به اینها غذا بدم. حالا آیا این انصافه که ما غذای اون جوان 22 ساله رو به همه اینها بدیم یا غذای این بچه رو به همه اینها بدیم؟ نه، غذاهای اینها فرق میکنه. بنابراین تمام دعاهایی که ذکر میشه اینا بهانه است. و الا شما بفرمایید ببینم، بنده خیلی با صراحت میگم، شما این همه دعای کمیل خوندید، در دعای کمیل شما این عبارت رو میخونید: الهی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک. خدایا من آتش جهنم تو تحمل میکنم،
ولی نمیتونم فراق تو رو تحمل کنم. بگید ببینم این دعای مصنوعیه یا حرف دلشون هست. این دعای مصنوعیه، یعنی بر زبان من جاریش. اصلا قطر شما این نیست که اینو بگید به خدا، اصلا اندازه من این نیست که بگم جای علی بشینم و جای امام حسین، اون نامه عاشقانه امام حسین در بیابان عرفات بر زبان من جاری بشه. میدونی مثل چیه؟ مثل اون بچه بیاد بگه که در لحظه اون یه دیس به من بدید. میگه آقا تو بچه برو، قدر تو باید وسعت بدی، وقتی وسعت دادی ما بیشتر بهت میدیم و الا ما به درگاه خدا بدیم که کیف اصبر و علی فراقه صبرت علی حر ناره فکیف اصبر عن النظر الی کرامته. اینا همه تصنعی و مصنوعیه. این تصنعی و مصنوعی ثواب داره، خوبم هست، باید بخونی، اما اینها بهانه است برای این که تو به دعا برسی، دعای خودت به قدر برسی. پایین ترین و ابتدایی ترین و سطحی ترین کاری که در شب قدر ما انجام میدی قرآن سریع ده. ابتدایی ترین کار اینه. منتها میدونین چرا اینقدر اهمیت داره؟ به دلیل اینکه از زمان بچه که تو مسجدها و تو حسینیه ها این رو به ما القا کردن که باید این کار رو. خیلی کارهای بالاتر از این شخص میتونه در دعای با خودش داشته باشد و با زبان دلش بیان بکنه که خدا هم هر زبانی رو میفهمه. احتیاجش که زبان عربی باشد، زبان عرض کنم انگلیسی باشه، زبان ترکی باشه. خدا که عرب نیست، خدا که ایرانی نیست. و این دروغ بزرگیه که به ما بستن که در قیامت روز توی بهشت همه عربی حرف میزنن و زبان دوم بهشتی ها فارسیه. اینا خیلی جالبه، اول عربیه بعدش فارسیه. ترکی اصلا وجود نداره، اسپانیایی وجود نداره، انگلیسی وجود نداره. تمام سوال و جواب ها به زبان عربیه و اونجا کورس های عربی می اول که وارد میشن کلاس های عربی ببینن اصلا و کورس های عربی رو تیک کنن تا اینکه بتونن با ملائکه خدا صحبت کنن. خود زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی برتر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان دارد، صد هزاران ترجمان خیزت زده. صد هزار ترجمه از دل انسان برمیخیزد. بنابراین شما توجه بکنید، محیی الدین ابن عربی، آقا این حرفایی که بنده زدم گوش کنید، نگید که این حرفا رو از خودش در آورد. این حرفایی است که عرفای ما در مکاشفه خودشون بهش رسیدن. ابن عربی میگوید من در مکاشفه خودم در عالم اعلا دیدم که شب قدر در طول سال میچرخد. یعنی چی؟ یعنی شب قدر اختصاص به ماه رمضان ندارد، یعنی شبهای دیگه شب قدر میچرخه، یعنی خود شب قدر تو خارج میچرخه. نه، آدما قدرشون عوض میشه. ممکنه شما در این رمضان به قدرت نرسی، در ماه شوال برسی، ممکنه در ذی‌قعده برسی، ممکنه شب سال تحویل برای تو شب قدر باشه. ما به این دلیل بنده میگم ماها رو عادت دادن به اینا، ما یک شب قدری داریم که این شب قدر اگه کمتر از این شبهای قدر نباشه، بالاتر پایین تر نباشه، در حد اینها هستش و اون شب نیمه شعبانه. اصلا قبل از اینکه امام زمان هم به دنیا بیاد، شب نیمه شعبان جزو شبهای قدره، مراسم هم داره، ولی هیچ کس در مساجد جمع نمیشه، هیچ کس اون شب را اون به اون توجه نمیکنه. به دلیل اینکه از کودکی در مسجد اینو برای ما بزرگ کردن و نگفتن شبهای قدر دیگری هم وجود دارد. اینجا ابن عربی میگه شبهای قدر دیگری وجود دارد، یعنی انسانها قدرشون با هم دیگر متفاوت است. بنابراین من باید با خودم کاری بکنم، با خودم باید کاری بکنم که به این قدر برسم، این قدر خودم رو درک بکنم و به این قدر برسم. خب این قسمت اول صحبت من، یعنی همون یه خط بود، اما یه خط باز تحلیل داره، یعنی این نگاه انفسی به لیلة القدر بازم تحلیل. اما نکته دیگری که میخوام خدمتتون عرض بکنم، باز عارف که به لیلة القدر که نگاه میکند، انا انزلناه فی لیلة القدر. عارف چگونه نگاه میکنه؟ عارف نگاه میکنه میگه انا انزلناه فی لیلة القدر، ما او را در شب قدر نازل کردیم. او را، این او همون هو هست، هو هو در اینجا زمینه، هو هما هم، این هو هما هم که میگیم این زمینه که هو یعنی او، یعنی اش به زبان فارسی میگیم اش. اما زمین منفصل هو هو هست، کما اینکه شما میگی مثلا کتابش، کتابش
میشیم زمین متصله، منفصلش میشه او، کتاب او. پس انا انزلناه، عارف میگه این هو همون هو هست. اولا فقط قرآن نازل نشده، تمام موجودات نازل شدن، فقط قرآن نازل نشده، شما هم نازل شدید، یعنی شما هم الان سایه هستید از یک حقیقت. چرا؟ برای که قرآن خودش میگه و این من شیء، هیچ چیزی نیست، یعنی همه اشیاء رو داره میگه، هیچ چیزی نیست الا اندنا خزائنه، مگر اینکه باطن او و خزائن او پیش ماست، یعنی در مقام او. و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما او رو نازل نمی کنیم مگر به اندازه معلوم، ما او رو نازل نمی کنیم مگر به اندازه معلوم. چی رو نازل نمی کنیم؟ هر چیزی در عالم نازل شده. خدا میگه ما لباس رو نازل کرده، انسان نازل شده، شما هم نازل شدید، همه موجودات نازل میشن، فقط قرآن نازل نمیشه. خب حالا در اینجا در عقاید اسلامی یه عقیده ای دارن عرفا به نام تجلی، که خدا تجلی میکنه، و در مسیحیت این تجلی اسمش میشه تجسد. این فرق میکنه. مسیحیان هرسه، من با خیلی از کشیش ها صحبت کردم، خیلی از کسایی که دانشمندان مسیحی بودن، بعضی ها گفتن خب این هم قاعده عرفای شما تجلی، ولی این چیزی که به نام عیسی میگن تجسد، این یعنی همین اینی که میبینی خدا آمده روی زمین، خدا آمده روی زمین، حضرت عیسی همون خداست، تجسد پیدا کرده. اما تجلی با تجسد فرق داره. تجلی یعنی حضرت حق اون مقام کبریاییش را، عظمت، ابهت، کبریایی، صمدیت، احدیت، واحدیت، اطلاقیت خودش رو حفظ کرده، اما به لحاظ معرفتی اسماء و صفات او تجلی پیدا میکنه. این بس سنگینه، من الان واردش نمیشم، اما میخوام این رو بگم که عارف چی میگه نا انزلنا فی لیلت القدر، میگه او یعنی این هو برمیگردد به یک هویت غیبیه، که اون هویت خداست، هویت خدا هویت غیبیه، ذات خدا رو کسی نمیتونه بهش راه پیدا کنه. ذات خدا رو اسمش رو گذاشتم سیمرغ. سیمرغ اصلا شما نمیدونید سیمرغ چی است. ما ذات رو نمیتونیم راه پیدا کنیم، نمیتونیم وصفش بکنیم اون ذات رو، اون هویت تجلی میکنه، میشه الله. الله یعنی یا عالم، یا عادل، یا حکیم، یا فیاض، یا ستار الغیوب. اون تجلی میکنه در این صفات، اون الله تجلی میکنه در عالم فعلی، چه عالم ملکوت، عالم مثال، عالم ماده و عالم اجسام. خب یعنی شما همون حق تجلی کرده، تجلی کرده، تجلی کرده، آمده پایین. حالا که آمده پایین، مثالی که پارسال گذاشتم شب قدر من زدم، دو مرتبه میزنم. مثال نزولش میدونی چجوریه این نزول؟ مثالش مانند یک نور قوی، یک لامپ 500 شمعی رو در نظر بگیرید، شما روی این حباب بگذارید. وقتی که حباب میگذارید روی این لامپ 500 شمعی، این لامپ چی میشه؟ نورش کمتر نمایش داده میشه، نور رقیق میشه. نور یعنی میاد رقیق میشه، رقیق میشه یعنی از 500 شمعی میرسه به 450. باز شما روی اون یه حباب بذارید، باز روی اون یه حباب بذارید، باز روی اون یه حباب بذارید، همچنان این نور ضعیف میشه. هر مقداری که حباب بذارید نور ضعیف‌تر میشه، نور ضعیف‌تر میشه، یعنی هر چه از بالا میایم به پایین به ظلمت نزدیک میشیم، یا به نور به ظلمت. یعنی عالم اجسام و عالم طبیعت و عالمی که ما در او هستیم عالم ظلمت است. این همون چیزی که شیخ عابدین صبح وردیه. پس اون نازل شد در لیله، یعنی در شب، یعنی در این طبیعت. عارف میگه لیلة القدر همین زندگی شماست، و اون نازل شده در این زندگی، اون هویت غیبیه‌ای که هیچ تعینی ندارد آمده تجلی کرده در همین زندگی شما، در همین هستی. این هستی طبیعت ظلمته، هر چی که پایین میاییم چی هست؟ به چی نزدیک میشیم؟ به ظلمت نزدیک میشیم. ما الان در لیله هستیم. لیله کجاست؟ عالم طبیعت. یعنی خود روزم، اگه قرآن در روزم نازل بشه، بازم در شب نازل شده، چون روزم مال عالم طبیعته، روزم باز خود شبه. ما در مغربیم، هر چه به عالم جسم نزدیک میشیم تاریکتر میشه، هر چه به این تضاد ما نزدیک میشیم تاریکتر میشه، هر چه کشمکش باشه ما تاریکتر میشیم. از اون طرف شما حالا حبابا رو بردار، حبابا رو بیاییم بردارید، الان مثلا 100 تا حباب رو این نوره دونه دونه برمیداریم، دونه دونه برمیداریم، این رو بهش میگم چی؟ انا الیه راجعون. اونجا که انا لله بود اومد تو ظلمت،
حالا از این ظلمت باید این حباب ها برداشته بشه. وقتی برداشته میشه میره کجا؟ میره به سمت نور، میره به سمت نور، میره به سمت نور. حالا انا انزلناه فی لیلت القدر، عارف میگه که چی؟ لیله یعنی شب، همین طبیعت است و اون در این طبیعت، اون هویت غیبیه در این طبیعت تجلی کرده. تو باید قدر این طبیعت رو بدون، یعنی قدر این عمر رو بدون، به قدر برسی و این طبیعت رو بشناسی. وقتی که شناختی این حبابها رو بر می‌داری میری به صعود میکنی. حالا کجا صعود میکنی؟ توجه کن، در قرآن عرفا این بحث رو مطرح کردن که خداوند به روز قیامت میگه یوم، میگه یا نمیگه ها؟ مالک چی بگی؟ یوم میگه یوم حبز از سرابه یوم فصل یوم وصل یوم حسرت، همش خدا میگه قیامت یوم، این روشناییه، یعنی به روز میرسیم. اما دنیا و این زندگی ظلمت است. پس از این وقت که حباب ها رو برمیداری به یوم نزدیک میشی، یعنی به قیامت نزدیک میشی. قدر اونجاییست که تو به قیامت برسی، به قیامت برسی. یعنی چی به قیامت برسی؟ یعنی درک لیلت القدر به معنای این است که من بمیرم و برم قیامت. نه، درک لیلت القدر اینه که قیامت تو همینجا رقم بزنی. قیامت چیه؟ مرده ها زنده میشن، تو همینجا باید زنده بشی. به میزانی که زنده میشی قدر رو درک میکنی. بعد اسمشو میذارن شب احیا. احیا یعنی چی؟ زنده کردن. فکر میکنه احیا یعنی که قهوه بخوره امشب بیدار بمونه. حالا به هر شکلی بیدار موندیم ما، این احیا رو گرفتیم، بالاخره رفتیم و عرض کنم که اونجا نشستیم و میترا هم دیدیم و بعد از مدتی میترا رو ندیده بودم و فریدون هم باهاش اومده بود و خیلی هم درد دل کردیم. یا آقای اومده چیزای خونده، حالا من یه چیزی که گفتیم، حالا اومد. ما شب قدر رو درک کردیم، ما احیا کردیم. احیا، احیا یعنی من باید زنده بشم، یعنی من باید فکر بکنم که این قدری که من دارم، این قدر رو دونستم، سر قدر رو فهمیدم، به این قدر رسیدم. یا اینکه نه، یه عادت این نمازهایی که میکنیم، این روزهایی که میگیریم، تمام همینطور یه چیز عادی میاد و میره. یعنی هیچ تفاوتی بین منی که نماز میکنم و اونی که نماز نمیکنه هیچ تفاوتی نداره، بلکه اون از من اصلا بهتر زندگی میکنه، پاکترم هست، دروغ هم از من کمتر میگه. من روزه میگیرم 18 ساعت گرسنگی و تشنگی پدر خودم در میارم، اون اصلا روزه نمیگیره، اون تو دیمارتون اجازه داره میخوره. اما میبینیم هیچ فرقی بین من و اون نیست. اگه هیچ فرقی بین من و اون نیست، پس این روزه کجای زندگی من باید بیاد؟ این روزه کجا میخواد من نجات بده؟ شب اول قبر؟ نه، شب اول قبر هم اگه روزه بخواد بیاد تو قبره، باید اینجا یه کاری باش کرده باشی که این نور رو با خودت ببری، و الا ما رو روزه گرفتیم. جزاكم الله، خدا به شما جزا بده. من اینا رو که عرض میکنم به معنای نفی این صورت و همین بهانه نیست، اینا همه بهانه است. دعای کمیت بهانه است، دعای قرآن سر گرفتن بهانه است. بهانه برای چیه؟ برای اینکه من از این ظاهر به کجا سیر بکنم؟ به اون باطن سیر بکنم. و این مناجات هایی که از ائمه اطهار سلام الله علیهم رسیده خیلی بار سنگینی داره، یعنی واقعا انسان وقتی میشینه میخواد دعای کمیدی که حضرت علی از بی بسم الله دعای کمید تا الحمدلله رب العالمین آخرش که میکنه در سجده به جا میاره، علی، اون علی که در نخلستان ها قرش میکنه، من جای اون علی میشینم میخوام بگم که من صبر میکنم بر عذاب تو. دروغ میگه، راست میگه، واقعا اینطوری هست شما، یعنی صبر تو علا هر ناره، یعنی آتیش رو تحمل میکنم اما فراغ تو رو تحمل نمیکنم. این فقط یک تصنع دیگه، غیر از اینه، یعنی مصنوعیه، یعنی که بر زبان من فقط جاری میشه. پس اینا برای چیه؟ اینها همه برای این است که ما به این مناجات ها نگاه کنیم، تا این مناجات ها به ما دیدی میدن. یعنی میگم چگونه نگاه کن به خودت، نگاه کن به دنیا، نگاه کن به خدا، نگاه کن به آخرت. درس زندگی میدن این مناجات ها، دید انسان را عوض میکنن این مناجات هایی که ما از ائممون داریم. این مناجات ها اینطوری هستن، زندگی به ما میدن.
و ما باید سعی کنیم که اون اقبال را فراهم بکنیم. یعنی بنده مثالی میزنم همیشه و اون مثال این هستش که شما آب میخواید، دو جور آب هست. یه وقت هست که چشمه همینطور داره آب میجوشه، شما همینطور آب هست اینجا دیگه چشمه میجوشه. اما یه وقت هست که یه چاهه که شما باید در بندازی آب و در بیاری. توجه فرمودی؟ حالا تو حال مناجات الان در اینجا شما 20 روزی کلاس رو دیگه کردیم، قطعا در بین شما افرادی هستن که الان فرشته گونه شدن، یعنی چندتایی هم اگر باشن اونا وقتی که میان دست جمعی به صورت مناسک وقتی که دعا برگزار میشه اونها یک انرژی روحانی به وجود میارن در این فضای دست جمعی. همه اینها مقدم است، همه اینها خوبه، همه اینها باید ستایش بشه، اما اینها مقدم است برای اینی که من برم دعا رو باز کنم. دعا معناش این نیستش که یه نفر بلندگو دستش بگیره بقیه گوش کنن و برن، نه، معناش اینه که روی اون دعاها تدبر و تفکر بکنم، روی دعا من تأمل بکنم، روی دعاهایی که رسیده من روی این دعاها تأمل و تفکر بشه. حالا به عنوان نمونه من به دلم زد این بحث رو، من دو سال پیشم اشاره کردم و ازش گذشتم فقط، که یک نگاه اجمالی چند دقیقه به مناجات امیرالمؤمنین در شبهای جمعه که دعای کمیله ما داشته باشیم، ببینیم چگونه این میاد، قدر این دعا و نگاهی که علی به دعا داره چگونه است. شما وقتی که دعای کمیل رو نگاه میکنین، این دعای کمیل سه بخش داره. دعای کمیل تشکیل شده از سه بخش. ببینید چگونه یک امام ورود میکنه و نگاهش به خدا چگونه است و چگونه خارج میشه از دعا. یک کلاسی اصلا حضرت علی گذاشته برای ما، غیر از اینکه واقعا این مناجات حقیقی علی هست، ولی علی علیه السلام چگونه ورود میکنه و چگونه خارج میشه. دعای ندبه سه قسمته. قسمت اولش همین صفحه اوله که شما اگه خواستید دعای کمیل رو بخونید، دعای کمیل رو بخونید، همین صفحه اول هم بخونید کافیه. اصلا در دعاها شرط نیست که دعا تا آخر بخونید، اصلا به ابد. اگر شما شب جمعه به اندازه 3 دقیقه هم که وقت دارید، همون صفحه اول دعای کمیل رو منتها با خلوص انسان بخونید. حضرت علی علیه السلام راجع به اینایی که میخوان به قدر برسن توی نهج البلاغه میگه اگر انسان یه کاری رو کم انجام بده اما استمرار داشته باشه، بهتر از این است که یه کار سنگین رو یه مدر تو مسائل روحی هم اینطوریه. آدم باید یواش یواش به قدرش برسه، نه اینی که بگن که آقا امشب شب قدر، میخواید اعمال شب قدر رو بهتون بگم؟ بگم بهتون. یکی از اعمال شب قدر شما هزار بار باید سوره انا انزلنا فی ليلة القدر رو بخونید. من دو آزمایش کردم 3 ساعت طول می‌کشه. 3 ساعت. این کجا میشه اینو اجرا کرد؟ 100 بار باید سوره تقابل رو بخونید. بعد یه کتاب بنویسید مثلا به نام اعمال ليلة القدر. اینا برای چی که اینا هم متفرده هست؟ و ائمه ما هیچ کدوم هم نگفته شب قدر کنید. برای اینکه آدم‌ها قدرشون به هم دیگه فرق داره. یعنی این هزار تا سوره انا انزلنا فی ليلة القدر رو واقعا به قبله میشینه، به پهنای صورتش هم اشک میریزه و میخونه و میگیره و میره. این هست اون آدم، اون جوان 22 ساله است که یه دیست دستشه، نه اون بچه که یه پیاله کوچیک دستشه. اون یه پیاله کوچیک دستشه، اون وقتی که 8 تا انا انزلنا خون گفت عجب دینی ها بابا، بیرم این خود این چیه؟ نمیده فهم دیگرم میگن یه نفر آمد، پس کنم که بله مسیحی بود، آمد بشه روحانی من رو گفت آقا من میخوام مسلمان بشم. بخو الحمدلله الحمدلله بیاید با اول بعد برید یه عملیات جراحی بعد انجام بدید، انجام بدن اول در اینا بعد گفتن خب حالا شهادت اینو تو بعد دیگه شهادت اینا میگم اشهد ان لا اله الا الله شو گشاد بعد بخو حالا تموم شد من مسلمان شدم. گفت نه حاجت واسه با تشریف بیاره به ایشون آداب رو یاد بدید، بردش نشوندش گفتش که ببین عزیز ما نماز بدید. گفت بله من ما هم بالاخره عبادت داریم، من میخوام مسلمان بشم. آقای توی نماز صبح دو رکعت بعد اینطوری بخون سوره هم سوره قرآن هم اینا بچ. بعد گفتش که ظهر هم نماز داره، چهار شب نماز ظهر. خب اینا هم یادداشت کرد قشنگ یاد گرفت. بعد گفت عصر هم نماز داره، چهار شب نماز عصر. بعد گفت خسم سال. بعد گفت نماز مغرب هم داریم، سه رکعت نماز مغرب، چهار رکعت نماز عشاء. خب حد خیلی عالیه. خب نه صاحب خب نماز صبح که برام میشه نماز صبح که میخواد دو رکعت نماز نافله داره. شما میخواید بپرید تو استخ اول میرید دوش میگیرید، این دو رکعت اولیه مثل اون دوش گرفتنه، اول بعد اونو بخونید بعد بتونید برید تو استخ. خب گفت خیلی خب اون استخ رو میرم اون کارم میکنم، دو رکعت نماز نافله هم. بعد تموم شد گفت نه نماز ظهر هم 8 رکعت نافله داره، دو رکعت
نماز عصر هم 8 رکعت نافله داره، دو رکعت میکنه. هی نگاه میکنه مسیح. گفت نماز مغرب هم 4 رکعت نافله داره، نماز عشا هم یه دو رکعت و یه رکعت بعد داره. باز اون نگاهش کرد و گفت خب حالا اینا رو من یاد داشتم، خدا حافظ شما دست. گفت نه صبر کن، نصف شب باید بلند شی، نماز شب داریم ما، 4 تا دو رکعت بعد نماز شب بخونی. نماز شب میتونی در اون نماز به جای سوره قل هو الله سوره انبیاء تتعالون بخونی، سوره نمیدونم فیل بخونی، سوره این سوره ها رو بعد 4 رکعت، 4 تا 2 رکعت بعد دو رکعت نماز شفع داریم. شفع هم یعنی جفت، یه رکعت هم نماز وتر داریم. در اون نماز وتر بعد قلوب بگی دست بگیر بالا، یه دستی 300 دفعه بعد بگی العف العف، که بعضی هم میگن العف العف العف، بعد 300 دفعه گفتی العف، 70 بار باید بگیم استغفر الله ربی معرفت. خب بعدش و 40 تا مؤمن رو هم باید تو دعا بکنی. عجب بابا عجب دینی دارید شما. بعد تموم شد. گفت نه صبر کن، شبای چهارشنبه دعای توسل، شبای جمعه دعای کمیل، صبح جمعه دعای نطقه، عصر جمعه دعای سماع، حدیث کسا. بلند شد کوبید زمین مفاتی رو، گفت چه دینیه شما اصلا بیکاری؟ آخه این چیه؟ اینا که حالا چون مفاتی و جهانی که باز میکنین نوشته دعای ساعت اول، دعای ساعت دوم، دعای ساعت سوم، دعای همه اینو درست. منطقی مثل این که شما میگید عرض کنم که بلیت مثلا هواپیما بگیری، حالا مثلا بلیت اتوبوس، من تو ایران بلیت اتوبوس رو مثال میزنم، نوشته اونجا مثلا کسایی که میخوان برن شیراز مثلا ساعت اول 7 تا 8 اتوبوس اول 8 تا 9. اینا برای این نیستش که همینا رو ما بخونیم، برای اینکه قدر هر کس اندازه هر کس. یه کسی فقط و فقط باید شب قدر، شب قدر مبادا قصه بکنید اگه فلان دعا رو نخوندید. نه، همونی که توی دلته اگه واقعا خالصانه با اون دغدغه داشته باشی، با خدای خود سخن بگی و قلبتو تطهیر بکنی و اعتراف بکنی و این اعتراف خودش زوال گناهه، اگه این تحقق پیدا بکنی اون شب قدر رو شما درک کردی. بنابراین اینجا نگاه کنید، من اینو بگم و دیگه بحثم تمام. حضرت علی علیه السلام در این دعای کمیل که نگاه میکنید سه قسمته. قسمت اولی که ایشون شروع میکنه همون صفحه اول داشتم میکنه، همون صفحه اول طلب مغفرته، یعنی یک گناهکاری آمده به درگاه خدا و در یک حالت ذلت داره طلب مغفرت میکنه. از اول دعای کمیل که شما میکنید بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اسالک به رحمتی کلتی و سعب کل بشک، اینا رو نمیخونم، اینجا هست اللهم مغفر لی از ذنوب بلدتی تحت کل اسم، اللهم مغفر لی از ذنوب بلدتی تنزل النقم، اللهم مغفر لی از ذنوب بلدتی تغیر النقم. خدایا این گناهان منو ببخش، گناهانی که نعمت نازل میکنه، گناهانی که نعمت را متوقف میکنه، گناهانی که بلا رو نازل میکنه، همین ها رو ببخش. این صفحه اول دعای کمیل تموم میشه، یعنی میاد به اینجا میرسه تموم میشه، اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبت، خدا به تمام گناهان منو ببخش، و كل خطيئه اخطأتها، حالا اومدم میخوام وصل به تو بشم. این تموم شد، این قسمت اول دعای کمیل مغفرت است، طلب مغفرت. قسمت دوم دعای کمیل مناجات. خوب دقت بفرمایید به عرض بنده، قسمت دوم دعای کمیل مناجات، از اینجا شروع میشه تا 4-5 صفحه 6 صفحه تا میره اون آخر دعای کمیل. اللهم انی اتقرب الیک بذکر، خدایا من اومدم، من میخوام قرب به تو پیدا بکنم، نزدیک به تو بشم به وسیله ذکر، که ذکر رو بیانش گفت، و از تشفی بکر الی نفسک، خدایا من میخوام شفاعت پیدا کنم، تو جفت من باشی، من همراهی کنم، حالا که من بخشیدی اومدم میخوام ببینم من راه میدی یا راه نمیدی، و اسالک بجودک ان تدنیانی من قربه و ان توزه انی شکره، خدایا منو به اون قرب نزدیک بکنی، شکر خودت رو به من منعمت کنی و الهام بکنی ذکر تو. این قسمت خوب توجه بکنید، این قسمت دعای کمیل تا 5-6 صفحه مناجات حضرت علی، اما با محوریت رفتن توی جهنم. یعنی چی با محوریت رفتن؟ یعنی توی این مناجات شما نگاه میکنید 3-4 بار حضرت علی میره تو جهنم و میاد بیرون، دائما از جهنم، از عذاب خدا، از اینکه عرض کنم که آیا میسوزانی صورتی که در برابر تو سجده کرده، تمام اینها با محوریت جهنم. چرا علی علیه السلام این گونه مناجات میکنه؟ یعنی ما معتقدیم به اینکه
حضرت علی خب خودش قسیم الجنت و ناره. ما اعتقاد داریم به اینکه امام علی علیه السلام قسیمه. قسیم یعنی قسمت کننده. یکی از اسمهای حضرت علی قاسمه. قاسم یعنی تقسیم کننده. ابوالقاسم که میگن، پیامبر را که میگن ابوالقاسم، چون هر معلمی نسبت به شاگرد خودش پدر او هست، پدر معنوی اونه، پیامبر چون پدر معنوی حضرت علی بوده به پیامبر میگن ابوالقاسم. این قاسم حضرت علیه، یعنی قسمت کننده است. وقتی کسی قسمت کننده که جهنم نمیده. اما چرا حضرت علی توی مناجات قسمت دوم دعای کمیل که مناجات او شروع میشه با محوریت عذاب الهی، میره توی جهنم و میاد بیرون، میره توی جهنم میاد بیرون؟ برای اینکه علی داره به ما این راه رو نشون میده و اون راه اینه که خداوند دو نوع تجلی داره، یک تجلیش به صورت مهر، یک تجلیش به صورت غضب است. وقتی که میره در عمق جهنم، یعنی وقتی که اون صفات جلالی خدا رو تجربه میکنه، اینجا خدا او رو نوازشش میکنه، چون یا من سبقت رحمت او غضبم، چون رحمت او بر غضبش سبقت داره. وقتی که علی خودش رو در اون جهنم، در اون عذاب، یعنی شما تجربه‌ای که میکنی، میای در اون حالی که با اسماء غضب خدا که مواجه میشی، اونجا شروع میکنه به نوازش کردن. خدا شروع میکنه به نوازش کردن، مثل بچه‌ای که میره خودش رو توی خطر قرار میده، بعد مادرش میاد و شروع میکنه به نوازش کردن. و این نوازش منتهی به این میشود که یک بار حضرت علی میفرماید هیهات انت اکرم من ان تزیع من و بیتا. خیلی دوره، هیهات که تو منو بخوای بسوزونی و منو که به هم کرامت دادی و از کرم تو من بهره گرفتم، منو ضایع کنی. او تو ادمن ادنیتا او تو شب ادمن آبیتا. که شما اینها رو خوندید، تمام اینها رو وقتی که ما نگاه میکنیم آخرش میگه افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لایستقون. آیا اون کسی که مؤمنه و اون کسی که فاسقه مساویه؟ این قسمت دوم دعای کمیده، یعنی مناجات با محوریت عذاب که میاد و این نوازشش میکنه، مثل مادری که بچه خودش رو داره چیکار میکنه؟ نوازش میکنه. حالا وقتی که اومد به اون میدان عشق و مهر رسید، حالا خواسته هاشو میگه. اول میگه منو ببخش، حالا وصل شدم، اومدم و این داره نوازشش میکنه، یعنی مهر آمده، عشق آمده. حالا این قسمت آخر دعای کمیده که شما نگاه کنید، دعاست، خواسته های حضرت علیه. ولی شما آیا فکر کردی راجع به این خواسته ها وقتی که شما میخونی چی داری به خدا میگی؟ واقعا یعنی قدر من و شما اینقدره؟ از خدا این چیزا رو ما میخوایم؟ والله بالله ما که میایم اینجا از خدا چی میخوایم؟ ما از خدا چیزایی میخوایم، ولی اینجا وقتی این دعای کمیل داریم میخونیم، خواسته هامون چیه؟ نگاه کنیم. الهی و سیدی فاسالک بالقدره التي قدرتها و بالقضیه التي حتمتها، قسمش میده به حکمتها و قلبت من علیه اجلیتها. خدای من از تو میخوام، تو رو قسم میدم به این اسماء، انت حبلی فی هذه اللیله، که من همین الان تو این امشب ببخش، و فی هذه الساعه همین الان، همین الان میخوام تو منو ببخش. چی رو ببخشم؟ کل جرم اجرم تو، تمام جرم هایی که من برده و کل ذنب اذنب تو و هر گناهی که من مرتکب شدم و کل خطیعت اخطأت. حالا نگاه کن، این میگه تمام گناهان منو ببخش. حالا این ادعا رو ببین، شما اینو بارها خوندی، شاید 40 سال داری میخونی ولی دقت نکردی. و ان توفر حظی من کل خیر انزلت، خدایا نصیب من بکن هر خیری که تو نازل کردی، تمام خیرات رو به من ده. او احسان فضلت، هر عرض کنم که احسانی که تو تفضل کردی. او بر نشد او رزق بسد، شما اینا رو از خدا دارید میخواید. این کسی که میخواد باید قدرش هم همین اندازه باشه، قدرش این تحملش، یعنی هر خیری که، حالا بعدش میگه هر خیری که بر دیگری، خدایا تمام اون خیرهایی که به حضرت زهرا دادی به من بده، تمام اون احسانی که به امام زمان کردی به من بده. داریم تو دعا اینو میخواییم، ما اینا رو داریم میخواییم از خدا. اسألو کرد به حق کرد و قدس کرد و اعظم استفاده و اسمایی انتج علا اوقاتی من اللیل و النهاره به ذکر کم اموره، تمام زندگی من با ذکر تو آباد بشه و به خدمت کم موصولم، من وصل به خدمت تو بشم. و اعمالی اندک مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها بردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمده، یعنی این اوج عرفان رو داره از خدا طلب میکنه که من به مقام خدمت سرمد برسم. اینا چون شما زیاد میکنید،
ذهنتون معنوسه، من نمیخوام تفسیر دایکومیل ندارم، فقط یه نگاهی به این مناجات که چگونه وارد میشه، چی رو داره میگه. بعد حالا شما یه قسمت از دعای کومیل رو میخونی و دوام فل اتصال به خدمته حتی اصل احلیکه فی میادین سابقین و اصل احلیکه فل بارزین. میدونید چی میگید شما تو این دعا؟ میگید خدایا من میخوام از امام حسینم جلو بذارم. این دعا معناش این، من میخوام سرعت بگیرم از همه کسایی که اینها در میادین سابقین بودن، من میخوام از همه اونها جلوتر برم. نگاه کن چیه؟ این کی میخواد از خدا؟ حالا شما به نظر شما وقتی من اینو میخونم، مگر اینکه ما بگیم مثل اون آقا که میگفت من ورزشکار نیستم ولی ورزشکارا رو دوست دارم، مگر اینکه ما بگیم آقا ما اینطوری نیستیم، حالا ما میگیم شاید ما رسیدیم به اینجا، ولی اینا من حرف منو بپذیرید که اینا مصنوعیه برای اینکه شما به باطن برسی، برای اینکه به قدر خودت برسی، دعای خودتو بگی، دعایی که در وجود خودتو بگی. و اسرع الیک فی الوارزین و اشتاق الی قربک فی المشتاقین و عدل و دنو و المخلصین یا مخلصین، بعضی از نسخا میشن مخلصین، من به مقام مخلصین برسم. مقام مخلصین مقامی است که شیطان دیگه نمیتونه بر اونها مسلط بشه. بعد در آخر وقتی که اینطوری میشه، اولش که با مغفرت اومد، بعدش که اومد اون حالت نوازش و مهر اومد، حالا در موضع ادعا این ادعاها رو داره و این چیزها رو طلب میکنه، آخرش خدا رو تهدید میکنه. آخرش توی دعای کومی خدا رو تهدید میکنه. ارحم من رأس ماله رجا، به من رحم کن، من سرمایم امیده، اما اگر رحم نکنی اسلحه میکشم، اسلحه منم گریه و سلاح و قل بکا، کسی که سلاح او بکا است. ما اصلا طایفه‌ای داریم در تاریخ علما و اولیاء الله به نام کسانی که بکائین بودن. اصلا ما مناجاتی داریم به نام مناجات بکائین. بکائین که این عشق خیلی ارزش داره، عشقی که از دل صافی که بسوزد، بسوزد و واقعا بسوزه، سوزشش هم به خاطر اینی که من قدر ندارم، نه اینکه حالا شما میتونید دلت بسوزه، یعنی آقا داره اینجا دای کومنت میکنه با صدای آسمانیش، من شما گریه رو بمونید، شما برای چی داری گریه میکنید؟ ما که نمیدونید این گریه برای چیه. این گریه ای که ما داریم میگیم، هر گریه ای که نمیشه، یکی از دوستان ما خدا حفظشون کنه ایران هستن، الان اینجا نیستن، ایشون تعریف میکردن، میگفتن اون روزهای اول که مؤسسه نور باز بود و اینا و دای کومنت میخوندن تو مؤسسه نور، من اومده بودم از ایران و تازه اینجا لندید شده بودم و اینها، و خیلی دلم برای بچه‌هام تنگ شده بود، من بودم و پسرم، خیلی دلم تنگ شده بود، خیلی توی فشار بودم، خیلی ناراحت بودم. بعد دیگه گفتم اینجا دعای کومیل میکنند و اومدم و دم درم یه نفر دستمال کاغذی میداد که مثلا کسایی بیدن، من یک، دو، سه، چهار، سه، شیش، ده به دستمال کاغذی کشیدم و بردم اونجا نشستم. آقا چه گریه این میکردم، حالا هر کسی نمیدید میگفتش این اصلا جزء اولیاء الله چه؟ چه گریه ای داره؟ خب اینجا دلش گرفته اونجا داره گریه میکنه. حالا با مادر شوهرش مثلا قهره دعوا کردم یا مثلا آقا مثلا خانم اینا، بعد اینجا داره گریه میکنه. این گریه که عدی میکنه و قش میکنه و اون گریه که بکاین دارن و مناجات بکاین برای خاطر این که من از اصل خودم دور شدم، نه اینکه من مال ندارم ای خدا به من بده، ای خدا نمیدونم خونه به من بده. اینا هم خوب آدم بخواه، دلا بسوز که سوز تو کارها بکنن، دلا بسوز که سوز تو، اون سوز دلی که اون دل تطهیر شده، نه حالا دلهای دیگه هم میتونن بسوزن، اما این سوزش در ارتباط با چیه؟ دلا بسوز که سوز تو کارها بکنن، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکنن. نیاز نیم شبی، کسانی که شب داشتن، حضرت علی شهریار میگه، اون شعر شهریار رو یادم رفت، حضرت علی وقتی که بیدار میشه به شفق نگاه میکنه، شب 19 ماه رمضان یه جمله‌ای داره، یه شفق شهادت بده که نبوده شبی تو باشی و چشم علی در خواب باشه، همیشه این چشم باز بوده موقع شفق. سحر داشتن، ما توی این بریتیش کولومبیا و نمیدونم آمریکای شمالی و پایین گرفتاری اصلا سحر نداریم، اصلا شب نداریم، سحر نداریم، اصلا نمازه صبح همه قضا میشه، ما اصلا سحر نداریم، نیاز نیم شبی. ببین اینا این درک غیاری قدر، برای که شما قدر پیدا کنید دیگه،
یعنی حالا مزه که تموم شد تموم میشه اینو میبریم میذاریم کنار تموم شد مثل یه دوستی داشتیم چند روزی باش میریم سینما اینا بعد دیگه میذاریمش کنار خدا حافظ بای بای سال دیگه میام همدیگه رو میبینیم نه اینو بعد بکشونی این قدر بده نیم شبی دفع صد برا عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش اون یار پری چهره عتاب هم میکنه یعنی تو رو به سختی میندازه میخوای به اون برسی باید سختی بکشی سختی ها داره اونم سختی میندازه چون دوستت داره اگه بلا بر سرت میاره دوستت داره اونو عاشقانه بکش که یک کرشمه کرشمه چیه کرشمه نگاهی است که معشوق به عاشق میکنه نگاهت میکنه میگه من دارم نگاهت میکنم نگاه یعنی کرشمه عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی سر جفا بکنه جفایی که از نظر خودت جفا هستش ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن همه حجاب ها رو برمیدارن حجاب های ملکی رو برمیدارن حجاب های ملکوتی هم برمیدارن آخه ملکوت هم حجاب داره حجاب های ظلمانی حجاب های نورانی همینطور هی میاد بالا ولی تو چه ملون ادده یعنی ادش کامل میشه حجاب ها میره کنار از کی حجاب ها رو چه کسی به این نعمت میرسه هر آنی که خدمت جام جهان نما بکنه یعنی هر کسی که استخدام تلویزیون باشه تلویزیون جام جهان نما نه هر کسی که خدمت جام جهان نما خودت جام جهان نما هستی خودت فیسبوکی عکس تو اینقدر نذار تو فیسبوک و اینا خود تو همه زندگی آدم ها این فیسبوک بیچاره میکنه همه زندگی و همه جشن تولد ها و همه عروسی ها و باقی بوده و باقی نشد و همه رو در میاره خدا رحم کنه به ما به جوان های ما این خودت فیسبوک خودت جام جهان نما هست همه چیز در توست سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرد گوهری که صدف کون و مکان بیرونه است طلب از گمشدگان لب دریا میکرد بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمیدیدش و از دور خدا یاد میخوای او رو ببینی؟ ازا سهلک عبادی اینا منو میخوام اه روزه گرفتم به اینجا رسیدم منو میخوام بگو من نزدیک کردم حالا اینا خدمت جام جهان نما یعنی چی جام جهان نما بالاخره؟ یعنی قلبت خدمت قلبتو بکن طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکنن یعنی شما دای جوشان کردی که میخوای نگاه بکنی صفش کی تمام میشه درد نداری که نگاه بکنی صفه تمام میشه اما اگر انسان عاشق باشه شما وقتی تشنه هستی و گرسنه هستی طلب میکنی لباس میخوای وقتی برهنه هستی لباس رو طلب میکنی ولی آدم داره که دیگه چی میخواد من دیگه رسیدم تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی نفس شیطان اگر به تو رحم نکند خدا بکند یعنی توکل به خدا ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتح که بیداری ببخشید دیگه من ملالت میشم به خاطر بخت خفتم من خفتم من شب قدر ندارم من قدر ندونستم من قدر جوانی ندونستم من خفتم نجات من اینه که یه بیداری صبح که میخواد فاتحه بگه یعنی صبح سحرشو میخواد آغاز بکنه منو دعا بکنه به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنه بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد یعنی محروم بود حافظ سوخت اما از این مالمزونش هیچ بهره‌ای نبرد مگر دلالت این دولتش صبا بکنه مگر اینکه باد صبا بیاد اون نسیم بیاد و اون نسیم بتونه دست منو بگیره و رمضان منو رمضان بکنه و این 10 روز مدیتیشنه برای اینکه شما به اون فدراسیون برسید اونایی که نرسیدن مثل من از امشب سعی کنن یه مراقبه ای داشته باشن تا به فطر برسن فطرم یعنی شکوفایی انشالله به یاری خدا آماده میشیم برای اینکه دعا رو شروع بکنیم مراسم رو شروع بکنیم خدا یا تو را قسمت میدهیم به مقربان درگاهت به ما نعمت مراقبه و نعمت قدر عنایت بفرما خدایا کسانی که زینت بخش این مجلس شدند دست هاشون از در خانه‌ات خالی برمگردان خدایا تو